بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم، عزیزان و دوستان فارسی زبان ما در هر کجایی که هستید، در هر گوشه از جهان پهناور و به ویژه اگر در کشورهای ایران، تاجیکستان و به ویژه خاصتاً کشور زیبای ما افغانستان اگر هستید و برنامه خودتان، برنامه زنده روشن را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید، انشالله همیشه صحتمند و سلامت باشید. عزیزان و بزرگواران، امروز 30 برج 3402 مصادف است با اول ذی‌الحجه 1444 و مصادف شده است با سالگرد ازدواج و پیوند با برکت حضرت امام علی علیه السلام با بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها. تبریک عرض میکنم خدمت شما عزیزان این روز را و این پیوندی را که در واقع میشه گفت یکی از پربرکت ترین اتفاقات در تاریخ هستی و در تاریخ اسلام بوده که از این طریق خیر کثیر ادامه پیدا کرده و نسل و نژاد مطهر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از طریق ازدواج ادامه پیدا کرده و تا به امروز رسیده. عزیزان و بزرگواران، باز هم تبریک و تهنیت عرض میکنم. کارشناس محترم امروز ما خانم دکتر رضایی هستن، در خدمت ایشان هستیم. سلام علیکم خانم دکتر، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من از سلام دارم مثل شما همکار عزیز و بزرگوار و همینطور همه بینندگان محترم این برنامه. من هم به سهم خود تبریک عرض میکنم فرا رسیدن ماه مبارک ذی‌الحجه رو، خصوصا اولین روز از این ماه با عظمت رو که سال روز پیوند جان و جانان جهان حضرت مولای عشق امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب و بانوی طاهره مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها هست. انشاءالله که خداوند به برکت این روز مبارک زمینه ازدواج همه جوانان ما رو، همه جوانان اسلام رو به بهترین و شایسترین شکل ممکن انشاءالله در وقت مناسب، در زمان مناسب و به شکل درست انشاءالله پروردگار متعال لطف و عنایت بفرماید، به برکت این روز بزرگوار زمینه ازدواج رو برای همه جوانان ما فراهم بکنه و ازدواج های ما، ازدواج هایی از لحاظ سنی در سن مناسب، از لحاظ آگاهی با معرفت و انشاءالله از لحاظ احساسی با عشق شکل بگیره و مستحکم و انشاءالله پایام و مانا باشه. انشاءالله با دعای خیر شما خانم دکتر بزرگوار انشاءالله که قطعا همین گونه خواهد بود. اما بینندگان عزیز و محترم ما، شماره تماس برنامه زیرنویس شده و شما بزرگواران میتونید که همین الان هم با ما در ارتباط شوید از طریق واتساپ و تلگرام و اگر سوال، انتقاد و یا پیشنهاد در مورد موضوعی که امروز در برنامه مطرح میشه دارید برای ما بفرستید. و اما موضوعی که امروز میخوایم مطرح شد و یک موضوعی است که فکر میکنم برای من که جذاب بود، قطعا برای شما بینندگان عزیز هم جذاب خواهد بود و یک مسئله نسبتا مبتلا به در کشور ما و او چیزی نیست جز سنت های ازدواج و نسبت او با سنت اسلامی. خانم دکتر، گاهی اوقات گفته میشه که این سنت های ازدواج در کشور ما بسیار بسیار فاصله داره با سنت اسلامی، بسیار سخت میکنه ازدواج جوانان را، بسیار دشوار میسازه ازدواج جوانان را. یک جوان بی ویژه یک بچه وقتی میخواد که ازدواج بکنه با مشقت های بسیار زیاد مواجه است، بی ویژه از لحاظ مالی، و یک دختر خانم اگر میخواد ازدواج کنه خواستنی در واقع مطرح نیست و او رو به ازدواج در میارن. اول نفر مقابل هر کسی که باشه معمولا پدر دختر خوش میکنه اون نفر کیست. باز در برابر یک نظر مخالف هم ممکنه وجود داشته باشه و ایست که این حرفی که شما میزنید که این سنت ها مخالف اسلام هستن، یا این که بعضی از افراد میگن که در کشور ما مسلمان است و مسلمانی نیستن، این کاملا نادرست است، چون که بسیار از سنت های ما در واقع برگرفته از اسلام و برگرفته از احکام و فقه است که در اسلام وجود داره. گروه های مختلف، نهله های مختلف فقه وجود داره، نظری را ارائه کردن و سنت ما برگرفته از اسلام. میخوام خانم دکتر شما در همین باره بله. صحبت بکنید. سنت هایی که الان ممکنه دست و پاگیر به نظر برسه، اینها چه نسبتی با سنت اسلامی دارن؟ آیا درست هستن، غلط هستن، و یا ای که کدام مسئله در این زمینه به ذهن شما میرسه؟ بسیار تشکر از شما. همطور که شما اشاره کردید، یک واقعیت غیر قابل انکاری است که در حال حاضر در می شود گفت کلیت کشورهای مسلمان، به طور عموم و به صورت خاص در کشور ما، بحث ازدواج همراه شده با یک
سری می شود گفت مشکلات و حتی گاهی وقتها چالش های بسیار جدی که باعث شده که سن ازدواج به تأخیر بیفته، باعث شده که تمایل جوانان چه دختر و چه پسر نسبت به امر ازدواج کمتر بشه. و خب حالا در کنار او در یک سری از کشورهای پیشرفته یا کشورهای مدرن جهان که البته بحثی است که خب تعهد آور است و مسئولیت آور است و به خاطر فرار از مسئولیت میگن که خب ما زندگی تکی خودمون مجردی خودمون رو میپسندیم و خب تمایل به ازدواج نداریم، چون به تناسب ازدواج علاوه بر حالا مسائلی که در خود مراسم ها و مجالس هست، بعد از او چون مسئولیت آور است و تعهد بسیار سنگینی داره، فرار به عبارتی از زیر بار مسئولیت. منتها بحثی که شما مطرح کردید بسیار نکته مثبت و جالبم بود، ای که خب آیا سنت هایی که در حال حاضر در فرهنگ ما و در عرف جامعه ما به صورت کلی وجود داره، آیا اونها سنت هایی هستند که میشود گفت که ما خودمان به وجود آوردیم بر اساس آداب و رسوم بین مردم ماست، عرف صرفا عرف، یا نه سنت هایی است که بر مبنای شرع است و پذیرفته شده است و درست هم هست و خب باید وجود داشته باشه. یک نکته است که حالا اگر که بپردازیم یک چند موردی را که با تناسب وقت برنامه اجازه میده، میبینیم که واقعیتش است که در اکثر غریب اتفاق مواردی که حالا حداقل ما اون تعدادی رو که فرصت کنیم اشاره بکنیم، پایه شرعی داره، مبنای شرعی داره، ولی کن ما متاسفانه مثل بارها، حالا اگر بینندگان ما برنامه‌های قبلی که ما یک وقتی ما با شما صحبت می‌کردیم است که اسلام دینی پویا و دینی جامع و دینی کامل است و بعد ما در بمایس عرفی داریم که حلال محمدن حلال الا یوم القیامه و حرامو حرام الا یوم القیامه. بس پویایی به عبارت دین اسلام خصوصا باز در فقه ما، در فقه جعفر مذهب مکتب جعفری که پویاست و دقیقا تاکید شده که تناسب، یعنی فقه باید پویا باشه بتواند با حرکت همه ابعاد جامعه رو به جلو بره، صحبت اینجا مطرح میشه که آیا واقعا این تناسب برقرار هست یا نیست. آیا اگر مثلا به عنوان مثال اولین قدم رو برداریم در بحث سن ازدواج، نکته اولیست که گفته میشود به لحاظ فقهی مشخصا ما در آیات قرآن یا در روایات معصومین تأکید بر سن خاصی نداریم، گفته نشده است که مثلا سن ازدواج از این زمان تا این زمان است یا بالاتر است یا پایین تر است. مثلا در مورد دختر گفته شده که مثلا روایات مستند شده به وجود نازنین پیامبر اسلام که حضرت 9 و 10 سال تمام، که تأکید بر است که 10 به این منظور اومده که یعنی 9 سال تمام شده باشه، بعد این رو خب استناد کردن پس بنابراین دختر از 9 سال به بعد میشود ازدواج کرد. سوال اینجاست که وقتی که لا ضرر و لا ضرار اسلام به عنوان یک اصل فقهی پای همیشگی و دائمی که حتی در موارد استنباط فقهی هم از او استفاده میشه، آیا در قرن حاضر، در قرن 21، در همین الان داریم با شما صحبت میکنیم، در سال 1402 اگر یک دختر حتی میشود گفت کودک میشود گفت 9 ساله، بله بله، گاهی وقتا ممکنه نوجوان هم نشه به او اطلاق کرد، اگر یک دختر 9 ساله داشته باشیم، آیا عاقلانه و منطقی متناسب با اینکه دین ما دینی نیست که ضد عقل باشه یا خلاف عقل باشه، آیا دختر 9 ساله حتی در یک روستا، در یک به اصطلاح مکانی که آمادگی برای ازدواج دارد یا ندارد که حالا بس بیاییم بعد از او بیاییم بپردازیم که خب آیا شرعی است که مثلا اینکه اجازه داده شده؟ ببینید ما در قرآن یک جایی داریم در مورد تعدد زوجات، بله، مثنا و ثلاثه و رباع، 2 تا 3 تا 4 تا، خب میتوان جوازه، ولی تاکید بر وجود چرا و این خفتم الا تعدلوا فواحدتن، ببینید این مجازید که 2 تا 3 تا 4 تا ازدواج کنید، ولی اگر میترسید، ببینید خفتم، اگر گمان میبرید میترسید که نمیتن الا تعدلوا نمیتوانید عدالت رو اجرا کنید، یکی کفایت میکنه. حالا ببینید این که جواز داده شده بر اساس سنت پیغمبر که پیامبر، این دلیل بر حتمیت یا وجوب این قضیه نیست که بگیم چون در اسلام گفته شده 9 سال پس 9 ساله رو باید یا حتما یا درسته. یعنی خب این رو باید سنجید که ما این رقم بگیم که مثلا اگر یک دختر خانومی تمام شرایط ازدواج داشت، سنش با 9 رسید، دیگه مشکل وجود نداره، میتونه اگر بله اگر همچین، ببینید چون الان میرسید، حالا بعد اینکه مشخصا گفتیم پس بحث سن، منتها در آیه ما یک آیه رو داریم که میتوان از او استفاده کرد بر در به اصطلاح باز حالا بحث تفاسیر مطرح هست، میفهمید که وبتلول یتاما حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم رشدن فتفوا الیهم اموالهم، که البته خوبی بیشتر در بحث ایتام مطرحه، بله بله، که خب الان وبتلول یتاما اینا رو مورد ابتلا و آزمایش قرار بدید، حتی اذا بلغ النکاح، تا زمانی که به بلوغ نکاح یعنی بلوغ جنسی رسیدن. بعد ببینید ادامه آیه، فان آنستم منهم رشدن
اگر دیدید که اینها به یک حدی از رشد، فهم، شایستگی، توانایی و درک رسیدن، حالا میفرماید فتفوا الیهم اموالهم، حالا این حق رو دارید که اموال اونها رو به اونها برگردونید. سوال اینجاست که اگر بحث مالی رو تاکید کرده فن آنستون من هم رشدن، اگر به یک شایستگی رسیدن، به یک توانایی رسیدن، حالا میتونید مال اونها رو به اونها برگردونید که تصرف کنن در امور اقتصادیشان. آیا بر در و بحث ازدواج که پیوند سرنوشت دو تا انسان که بعد از او باز بچه ها میاد، گسترش خانواده و نسل های آینده است، رشد که نباید باشه؟ پس ای که ما میگیم که بحث سنی رو مطرح میکنیم و بعد تاکید بر بلوغ جنسی میشود، به استناد همین آیه علاوه بر بلوغ جنسی، بلوغ عقلی، بلوغ فکری، حالا رشد رو اگر به همه ابعاد جامعه، بلوغ اجتماعی هم لازم هست. وقتی در قرآن میفرماید احسن بر شما، فاین آنستم منهم رشدن فتفوا الیهم اموالهم، اگر به رشد رسیدن اموالشون رو، خب حالا اگر مثلا پول از دست بره قابل جبران هست دیگه، برمیگرده سود و زیان اقتصادی. پس بس این که ازدواج ولی اون رو که از دست بره خانم دکتر دیگه برنمیگرده، یا اگر طفلی در این خانه ایجاد شود و اون مادر آمادگی نداشته باشه که او رو تربیت بکنه، دیگه خدای نکرده بحث طلاق مطرح بشه، چهای طلاق، یا این که به هر حال به دلیل ناآگاهی و جهالت و به دلیل اصلا آمادگی نداشتن بچه دچار به عبارتی مشکلات بشه. بله، خب اگر اجازه بدین یک میان برنامه رو ببینیم باز. بعد از در خدمت شما خواهیم بود. تشکر دینندگان عزیز و محترم، اگر کدام سوال در مورد موضوعاتی که امروز مطرح میشه دارید، حتما از طریق شماره تماسی که زیر نوشته شده با ما در ارتباط شوید. سعی میشه که حتما به سوالات شما عزیزان پاسخ داده شود. یک میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. سلام بینندگان عزیز، در ابتدا اول ذی‌حجه سال روز ازدواج با برکت و آسمانی حضرت امیرالمؤمنین علی و حضرت زهرا علیهم السلام را تبریک عرض می‌کنیم. به همین مناسبت رفتیم سطح شهر تا گپ و گفتی کنیم درباره مشکلات ازدواج. پس بیایید ببینیم چی گپا بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد جواد آشری هستم، محصل. به نام خدا، علیرضا حیدری، باشنده کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. سید ضیا منتظر، باشنده کابل. آیا ازدواج کردیم؟ دست فنانه. بله. بعد از ازدواج چه تغییراتی در زندگیتان احساس میکنید؟ تغییرات خدمه در شبکی بسیار تغییرات زیاد میاد در زندگی انسان بعد از ازدواج. آبرو، عزت، حیثیت دیگر خدمه در شبکی. امو گپی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که دین تکمیلش با ازدواج است. خب یک چیز معمول است، قبل از ازدواج معمولا آدم تنهاست، بعد از تنها نیست. اگر میتونستید درباره عروسی و ازدواج قانون فراگیری وضع کنین، چه معیارهایی را در نظر میگرفتین؟ قانون کلی که میخواستم برای ازدواج وضع کنم این بود که می خرج و مصارف را کمتر میکردم. دیگه ما اگر یک موقف باشم بجز از اینمی عروسی دست جمعی، دیگه هیچ گونه عروسی هایی که در این وکلا هست یارا نمیمونم و کلن این را جلوگیری میکنم. بسیار به شدتی که چیز قدرت داشته باشم سر از این گپ مصرف میکنم. جامعه ما باید این را بپذیره که رسم رواج هایی که وجود داره اینا را باید از بین ببره، و من اگر تواناییش داشته باشم رواج گله گرفتن را و بخش و مراسم ازدواج و عروسی آنچنانی که امروز برگزار میشه اینا را از بین میبرم. بله دوستان عزیز، متاسفانه مانع بزرگ ازدواج جوانان باورهای غلط و عنعنات دست و پاگیر است که مشکلات فراوانی برای خانواده ها و جوانان ایجاد کرده و با پیروی از این رسم و رسوم بی‌ارزش، ناخواسته و شاید ندانسته پیام خدا و فرستاده خدا را زیر پا بگذاریم. ولی کو گوش شنوا. اول ذی‌حجه سال روز ازدواج حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها مبارک باد. خب سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم و یک سلام ویژه خدمت عزیزانی که نو به جمع ما پیوستند. باز هم تبریک و تهنیت به مناسبت سال روز ازدواج حضرت امام علی علیه السلام و بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها. امروز گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم دکتر رضایی بزرگوار با موضوع سنت های غلط
ازدواج در افغانستان و نسبت به سنت اسلامی. خانم دکتر، شما در مورد سن ازدواج دختران صحبت کردید، یک مسئله بسیار مهم برش اشاره کردید و او ایست که خب سن ازدواج نمیتونه تنها ملاک باشه و باید به با او رشد و بلوغ عاطفی و اجتماعی و عقلی و همون مواردی که شما فرمودید دختر برسه، بعد از او خب سن هم یک ملاک دیگه میتونه در بعد از این مسئله بلوغ و رشد باشه. خب یک سوال برام ایجاد شد، من به عنوان مثلا یک نفر یک مادر که در جامعه اسلامی زندگی میکنم و خود به اسلام نسبت میدم، میدونم که این برنامه رو برای طفل خودم بریزم بگم خب عالی، ما تلاش خود بکنم که دختر ما تا 9 سالگی به این رشد برسه، یعنی مثلا تا قبل از 9 سالگی اگر که از بچه داری، خانه داری، همسرداری را همه را به او آموزش بدم که خودم این را به او رشد در 9 سالگی برسم شدنی است، یعنی من میتونم این کار انجام بدم. خب، نظر شما چیست؟ بله، ببینید من حالا در حین صحبت در میان برنامه یک در ذهن خودم مرور میکردم، ببینید ما در مورد ازدواج آیه بسیار بسیار، حالا همه آیات قرآن کلام خدا نور است، ولی به صورت خاص آیه ازدواج پروردگار متعال میفرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، یعنی دقیقاً بر مبنای مستند صریح آیات قرآن. و ببینید و من آیاتهی، یعنی ازدواج از آیات، از نشانه های بسیار بسیار ارزشمند و مستحکم خداوند تبارک و تعالی ذکر شده. بعد اونجا گفته لتسکنوا، لام تعلیل دیگه، برای چی لتسکنوا الیها؟ برای که بارامش برسید. سوال، اگر فرض بر مثال بگیرید که خب حالا میگن که شهر متصل میکنیم به شهر، من میگم این رو خیلی واضحه، ببینید ما بعضی مسائل رو خانم بیانی نیاز به استدلال های خیلی عمیق فلسفی و فقهی و حقوقی نداریم، خیلی راحت میشود با همین آگاهی های روزمره عمومی اینها رو مقیاس قرار داد. خب آیا در مثلا همون در میان برنامه قبلی هم گفتم در مورد یک دختر 9 ساله ای که در مثلا دهه 90 به دنیا اومده، اواخر مثلا سال چی الان 1402 مثلا 1393 94 به دنیا اومده، الان 9 سالشه، بله، خب قرار است ازدواج بکند و بر اساس نص صریح های قرآن ازدواجی که هدف اساسی او لتسکنوا الیها است، این که به آرامش برسید. خب قرار این دختر 9 ساله رو ما با عقد ازدواج یک بچه 16 ساله در بیاریم، یک بچه 17 ساله در بیاریم، خب قراره که این دو تا با هم ازدواج کنن، که بعد میگه من مادر گفتم خب خانه‌داری رو مثلا دک پختن به بچه میاد دادم، بعد بهش گفتم که ایر آمادگی های ذهنی و شناختی رو شوهر تو ایر قسمت بعد با گپ شوهر بکنی و فلان و فلان، ای آگاهی ها رو بهش دادم. از طرفی مثلا دختر ما به بچه مثلا مادر میگه من دختر ما میدم به بچه بیادریم، ما برادرم میشناسم، به خانه قرار نیست به بچه ما ظلم بشه و همه موارد اینها. سوال، آیا دختر 9 ساله همون مواردی که شما اشاره کردید، چون ازدواج پیوند دو تا فرد هست ولی طبیعتاً بس خانواده ها و بعد این قرار اتفاق بیفته، آیا یک دختر 9 ساله اساساً خود او مفهوم مدیریت احساسات رو دارد که بعد بتواند، ببینید ما وقتی میفرماید لتسکنوا الیها قرار است به آرامش برسیم، من از بود روانشناختیش دارم به قضیه، وقتی که تازه هنوز وارد دوران نوجوانی نشده و ما نوجوانی رو بحران زندگی میدانیم، یکی از مشکلات جدی در دوره نوجوانی تخیلات و توهمات و هیجاناتی است که بر نوجوان غالب می شود، من مادر از کجا می توانم تضمین کنم که دخترم از در 13 سالگی در 12 سالگی کمان که متاسفانه بسیار زیاد هم اتفاق می افته، در 9 سالگی بچه ایمه بر اساس همون اندازه عقلی خودش حرف من رو گوش کرد، به عقد نکاح پدرش رو گوش کرد، اجازه پدر آمد و صیغه عقد رو خواندن، اتفاق افتاد، دخترم 2 سال 3 سال هم از ازدواجش میگذره، شده 12 13 ساله در اوج بحران بلوغ، الان به این نتیجه رسیده که من از قیافه بچه خوشم نمیاد، من دوست ندارم، من نمیخوام اصلا، یا تازه مثلا این مشکل اینجاست که وقتی ما مطرح میکنیم ازدواج رو بعد میگیم در کنار بلوغ جنسی باید رشد، رشد من همون اشاره بسیار زیبایی که شما کردین، بلوغی که با همه ابعادش، ما در ازدواج قبلا بینندگان عزیزی که برنامه رو دیده باشن قطعا پیگیری کردن، یکی بحث بلوغ عاطفی مطرح هست، بحث بلوغ اجتماعی مطرح هست و بحث بلوغ فکری مطرح، استقلال فکری. خانم، دختر خانم 9 سال آیا واقعا برای تصمیمات جدی زندگیش آمادگی داره خودش به تنهایی تصمیم بگیره؟ به بلوغ عاطفی رسیده، چون ببینید ازدواج یعنی من، نه من تبدیل به ما شده، آیا دختر خانم معنی ما رو میفهمه؟ حتی آقا پسرشون ضعیف 10 ساله، معنی این که من دیگر نمیتوانم و نباید تصمیمات فردی بگیرم، من یک شریکی دارم، کمان که در معاملات در هر نوع معامله اقتصادی وقتی که شراکت مطرح است، شریک میگه من بدون اجازه شریک اومد تا ایجنسی یک قران ارزان‌تر یا گرون‌تر نمیفروشم، هم به لحاظ مدیونی هم به لحاظ اینکه ممکن ناراحت بشه دیگه شریک من. خب آیا دختر خانم 9 ساله 10 ساله 11 ساله 12 ساله، حتی خانم بیانی، حتی واقعیت غیر قابل انکار
کاری است که در عصر و زمانی که ما زندگی میکنیم حتی 14 15 ساله ما هم به او اندازه به بلوغ عاطفی نمیرسه. چرا؟ خب همین مثلا این نمیتونه به خاطر کوتاهی پدر و مادرها در امر تربیت بشه. اینکه شما فکر میکنید یک مسئله ای که به ذات انسان ها برمیگرده در این سن هیچ کس نمیتونه به بلوغ برسه. خب شاید ما به عنوان پدرها و مادرها اگر بیشتر تلاش میکردیم بله؟ طفل خود بر طبق معیار اسلام تربیت میکردیم بله؟ در سن 9 سالگی هم به بلوغ میرسه. درست. بس این است که ببینید در سن 9 سالگی به بلوغ میرسید. گفتم که خب بسگی داره شما کجا زندگی کنید. چه آگاهی های قبلی به دختر و پسرتان داده باشید. اگر در یک جامعه سنتی مثلا در یک قریه زندگی میکنید، دختر شما در 10 سالگی به یک به همون میزان توقعاتی که از دختر شما انتظار میرسه رسیده، خب میتوان تضمینی هم برای خوشبختیش داشت. همه این آگاهی هایی که لازم است انجام شده. یعنی توقع اضافه ای از دختر 9 ساله و 10 ساله شما نمیرود. از اون طرف او پسر شما 17 ساله ای هم که مثلا به عقد نکاح در آورده دختر 9 ساله 10 ساله را، همون ویژگی ها و الزاماتی که در همه جامعه روستایی مورد نیاز است به او رسیده. پدر مادر خیالشون راحت است. چرا؟ ببینید خانم بیانی، او بچه 16 17 ساله میره در خانه پدری، یک دانه اتاق میگیره تا 10 سال 12 سال بعد صاحب 2 تا 3 تا طفل میشه. همچنان در خرج خوراک پدر است. هیچ ببینید این مشکل جا نداره، مشکل خانه نداره، مشکل نفقه نداره، هیچ کدوم از این فشارهای اقتصادی روی بچه نوجوان تا زمانی که 25 26 ساله میشه. حالا اون زمان خب حالا اگر اومد از خانه پدر جدا شد و دنبال خانه گشت و حالا خودش صاحب دکان شده و صاحب کسب و کاسبی شده، الان او به بلوغ ولی اگر این جوان 16 17 ساله در یک جامعه روستایی با یک توقعات ابتدایی نبود، وارد یک جامعه شهری شد با یک گستره از اتفاقات و توقعات و انتظارات، آیا مثلا بس دختر 9 ساله نداریم، همون بچه 16 17 سال آیا بله. توان ایره داره؟ خانم دکتر پس مشکل از کجا ببینیم؟ مشکل از جامعه ببینیم که چرا جامعه تغییر کرده دیگه و ارزش‌های جامعه متفاوت است با یک جامعه روستایی و ایره یک مشکل در نظر بگیریم، یا یعنی اینکه نبگویم که ما باید خودمان رو با جامعه تطبیق بدیم و احکامی که وجود داره را سیال در نظر بگیریم. تو شما فرمودید پویا در بله. اصلا اصل اساس مبنا اسلام، ببینید روایت مشهوری است از وجود نازنین امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که می‌فرمایند، حالا متن عربی فارسیش میشه که فرزندان خودتان را بر آن چه که خودتان میپندارید و دوست دارید اصرار نورزید. چرا؟ زیرا آنها برای زمانی غیر از زمان شما به دنیا آمدن. معنی او چیه؟ معنی اونی که ببینید حتی ما در ببینید در سده اول اسلام آنچه که در زمان امیرالمؤمنین به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فهم و درک اصحاب امیرالمؤمنین بوده، در زمان امام جعفر صادق عین همون مسئله وجود داشته؟ نه. آنچه که در زمان ویژگی‌های زمان امام محمد باقر و امام جعفر صادق آیا در زمان امام حسن عسکری محقق؟ نه، زمان در حال تغییر است و متناسب جالب یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد سیره اهل بیت هم است که هر معصوم علیه السلام متناسب با شرایط جامعه و شرایط به اصطلاح محیط اطراف خودش، حتی نوع برخورد امام معصوم با مردمم متفاوت است. لذا ما در مکتبی داریم زندگی میکنیم و متناسب با اعتقاداتی که اعتقادات ما میگم اصل فقهی است که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، هیچ معامله ای، هیچ برخوردی، هیچ عقدی، هیچ به عبارتی پیوندی و هیچ نوع سبکی سیره ای در زندگی مسلمانان نباید باشد که هیچ کدوم از طرفین باعث ضرر زدن و یا باعث ضرر دیده شدن. اگر عقد ازدواج اساس خان دکتر میتونیم این نتیجه رو بگیریم که ما اگر دیدیم دختر ما در هر سنی که هست باید که البته بعد از 9 باشه، اگر مفهوم آرامش را درک کرد و توان آرامش بخشی داره داشت، بنابراین آمادگی داره برای که ازدواج کنه، وگر نه این بله؟ کاملا مصداق ضرر و ضرار است و در اسلام از او نه شده. بله صحیح. تشکر از شما. خب موضوع بعدی خانم دکتر فکر میکنم یک مسئله است برای جامعه ما، همین مسئله مهریه های بسیار سنگین است که گاهی اوقات از حد خارج میشه. یک خانواده حاضر هستن که دختر ما مثلا با گفتی ما دیگه پیر شوه ولی خب مهریش کم نباشه. در اسلام چه رقم بوده؟ آیا در اسلام هم چنین چیزها یا در سنت دینی ما یا قبل از اسلام چنین چیزی بوده نبوده و درست است یا نه؟ ما در آیات شریف قرآن کریم داریم که میفرماید و آتو نساءه صدقاتهن نحله، به زنان صداقشان را، صداق خودشان را، صدقاتهن نه، یعنی دقیقا ضمیر برمیگرده به خود نسا. بله. به خانم ها و بانوان اون صداقشان را هدیه بدهید. خب نکته اول،
پس ما مهریه واجب هست باید تعیین بشه. حالا در بحث های فقهی داریم که اگر در هنگام عقد نکاح حالا اگر گفته هم نشود میتونن بعدن به توافق برسن. خب بعد صدقات هنه یعنی چی؟ مال کیاست؟ مال خود خانم هاست. ربطی به پدر مادر دختر نداره. بعدم نهله یک حالت هدیه است. بعد صدقات هنه صداق یعنی نشان دهنده به عبارتی صداقت مرد است برای اینکه محبت خودش رو و برای اینکه علاقه خودش رو و تمایل خودش رو برای به عبارتی پذیرفتن امر به عبارتی تشکیل خانواده. چرا؟ چون سنگینی با رودوش مرد دیگه، بس نفقه و بس مخارج و حتی مهریه هم قرار آقا بده. خب نکته جالبی که هست ایست که ما بحث مهر رو در عرف جامعه ما، مهریه‌ای که نسسری آیه قرآن، صداقی که در آیات قرآن هست، با او چیزی که در فعلا در جامعه ما ساری و جاری است نیست، فرق میکنه. ما گله میگیریم و شیربها میگیریم، اینا هیچ رفتی به اصلا به صداق و به مهریه نه داره. اضافه بر سازمان عرف، همون که اول بس که اشاره کردم که یه ریشه اعتقادی و دینی ما داریم، ولی او که خلط شده مباحث و با هم. و بعد جالب اینجاست که او چیزی که ما خود ما افزودیم باز دوباره به حساب اسلام میذاریم. ببینید گله های بسیار بسیار سنگین در زمانه ای که پیدا کردن یک لک دو لک سه لک روپیه برای مخارج به عبارتی واجب عروسی بسیار سنگ بسیار سخته. یه وقت میبینیم میره دختر خانواده پسر خواستگاری دختر میرن، بعد میگن 8 لک روپیه. پس خانم دکتر، پس ما این رو باید بپذیریم که گله یا شیربها و مهریه دو چیز کاملا متفاوت هستند و ولی در جامعه ما متاسفانه خلط شده. خلط و فکر میکنن که پس همونطور که مهریه واجب بوده باید مرد پرداخت بکنه، پس گله هم واجب است باید مرد پرداخت بکنه، در حالی که رقم نصف گله هم یک چیزیست که عموماً به خانم تعلق نمیگیره و پدر مادر میگیرن دیگه. بله بسیار تشکر. بینندگان عزیز و محترم، یک میان برنامه رو ببینیم، اگر یک سوال خاصی در همین مسئله مد نظر شماست حتما با ما در ارتباط شید، سوالات خودتان رو بفرستید تا از خانم دکتر محترم خانم دکتر رضایی پرسان بکنیم. بعد از میان برنامه برمیگردیم. خب بینندگان عزیز و محترم، ما شما همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشن را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. بسیار تشکر میکنم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر کدام سوال از کارشناس محترم برنامه دارید حتما با ما در ارتباط از طریق شماره تماسی که زیرنویس شده، حتما سعی میشه به سوالات شما عزیزان پاسخ داده شود. برنامه به صورت لایو از طریق اینترنت هم پخش میشه، از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی میتونید برنامه را ببینید و برنامه های گذشته را هم که خانم دکتر برایشان اشاره کرد در سایت تلویزیون جهانی هادی موجود است، میتونید ببینید و انشالله استفاده بکنید. همچنان ادامه میدهیم گفتگوی خودمان با کارشناس محترم خانم دکتر رضایی. خانم دکتر عزیز و بزرگوار، بحث درباره سنت‌های غلط ازدواج است. یکی از سنت‌ها که شما برش اشاره کردید مسئله گله و شیربها است که شما فرمودید مبنای دینی و اسلامی نداره. خب نمیتونیم بگیم با توجه به همه فقه پویایی که ما داریم، خب جامعه چنین چیزی رو میطلبه، عرف جامعه است. خب ما این را بپذیریم، این را بخش از مهریه در نظر بله. بگیریم. بحث ما در فقه ما عرف جایگاه قابل توجهی هم داره. متو خب ببینید خانم بیانی، عرف معقول و منطقی ما لفظ رو استفاده میکنیم شیربها. خب یعنی پدر و مادر دختر خب به هر حال زحمتی کشیدن در طول این مدت، مثلا دختر 15 ساله 16 ساله شده 20 ساله کمتر بیشتر، بعد میگیم که محترمان یک حالت خب بله عرف ما هم میپذیریم، اونطور ببینید به شرط اینکه اصلا یک معیار حداقل منطقی و عقلانی داشته باشه. در همین چند دقیقه قبل خدمت بزرگواران گفتیم ببینید وقتی که یک جوانی تمام تلاش خودش رو میکنه از 15 تا 16 سالگی تا 20 سالگی 5 سال تمام وقتی بنده خدا کار کرده که 5 لک 6 لک روپیه رو تانسته
جمع کنه. خب این فنکشش میره حساب کرده که ما با این مثلا صاحب خانه و زندگی خاط شدم، من میرم خواستگاری میکنم، مهریه رو میدم، خرج و مخارج عروسی و طلا و فلان فلان همه اینا رو در همین پنلگ ان شاء الله خلاصه میکنیم. حالا میره به جلسه خواستگاری به واسه جدی که میشه یک آن مطرح میکنن 8 لگ روپیه شیربها. خب کل قضیه ازدواج زیر سوال رفت دیگه. بنده خدایی که 5 سال زجر کشیده 5 لگ روپیه تونسته پس انداز کنه، چطور ممکنه 8 لگ روپیه؟ خب بعد 3 سال دیگه بره فقط کار بکنه که فقط گله رو بده. حالا باز دوباره که تورم و قیمتا رفت بالا، باز 3 سال دیگه کار بکنه که 5 6 لگ روپیه دیگه داشته باشه که ازدواج کنه. حسن اصل خود مبنا و آمادگی جوان برای ازدواج زیر سوال میره. ببینید عرف پسندیده است، عرف شایسته است و در بسیار از موارد در فقه ما قابل قبوله، به شرط اینکه یک مبلغ منطقی و عقلانی داشته باشه. ما قصد ما از ازدواج قصد پروردگار متعال از ازدواج به رسیدن به آرامشه، ولی کلا این شکل ازدواج کردن و این موانع بسیار سنگین و سر راه ازدواج جوانان گذاشتن برای برهم زدن آرامش جامعه و خود جوانان درست. شاید بر همین اساس و مبلغ بشه خانم دکتر که برخی از مجتهدین ما حتی فتوای بر حرمت پرداخت و دریافت گله را دادن. قطعا نگاهش همون سنتون سیئه است دیگه. من سن سنتون حسنه و من سن سنتون سیئه. اگر یک چیزی واقعا سنتی است که همینطور قرار رواج در جامعه بشه و ما میبینیم به عینه خیلی واضح و روشن آثار سوء او رو داریم میبینیم، چرا باید امتداد پیدا بکنه؟ بله گاهی قاضی است خانم دکتر، گله بسیار بسیار زیاد هم است و طرف مرد هم بسیار خوش است و حاضر است بده، به این خاطر که مثلا دختر خانم راضی به ازدواج نمیشه، پدرش میگه تو اگر مثلا اشل گله دست من بدی من دختر خود رضایت جلب میکنم، یا هر جوشت من دختر خود تو میدونم دیگه راضی است یا نیست، تو رضایت من جلب کن. و اون مرد هم خوشحال است گله رو میده و دختر رو میده. در همین زمینه صحبت بکنید، ازدواج های اجباری خانم دکتر یک معضل یک مسئله در کشور ماست. متاسفانه با کمال تاسف بسیار تلخ هم هست که در جامعه ما می شود گفت که تا حدی پذیرفته شده هم هست. ببینید ازدواج یک عقد است و در عقد دو طرف عقد به اصطلاح کسی که میپذیره ایجاب و قبول در عقد مطرح میشه بر اساس فقهیش، رضایت طرفین بحث اساسیه، به عبارتی درست بودن و صحیح بودن عقده. چنانچه یکی از دو طرف رضایت نداشته باشد به صورت قطعی، عقد اصلا کلن باطله، کلا نکاحی صورت نمیگیره. اگر دختری واقعا به هیچ عنوان تمایل به عقد نکاح نداره، پدر او به عنوان وکیل، حالا یک وقتی هست که میگن که من ضمنی میدونم، مثلا پدر میگه من به طور کلی نظر دخترم میدونم، خب حالا یا مثلا دخترم شرم کرد ما، یا مثلا من ببینید میدونه پدر با... چون ببینید هیچ پدری اساسا ما تصور ما بری است، باور ما بری است که پدری قصد بدبختی دختر خودش نداره، میگه خب ما مثلا این شرایط فراهم است، من ضمناً میدونم که دخترم راضی است. خب یا حتی میگن که مثلا گفته شده که ممکنه دختر به زبان نیاره ولی مادر میگه که من میدونم رضایت داره. اگر شواهد وجود داره، علی علیه السلام حضرت فاطمه زهرا که حضرت فاطمه چون سکوت کرد پیامبر گفت من میفهمم دختر خدا سکوت. دقیقاً ببینید اگر شواهد و قرائنی حمله بر رضایت هست درست، ولی زبانی که پدر خود او به زبان میگه من میدونم دخترم رضایت نداره، ببینید طرفی که باید قبول رو بگوید رضایت نداره، دی عقد باطله. یعنی بحث رضایته. خب حالا بحث خانم دکتر، اگر اولاد دار شو این خانه و اگر با هم زندگی میکنین همه چی میشه؟ من امروز واقعیتش همین تکان دهنده بود برام که در بعضی از موارد مراجع تقلید حال حاضر میگن عقد وقتی باطل است، حتی گفته شده که این بچه هم متاسفانه حکم زن آزاده داره، چرا بگو عقد رسمیه، عقد صورت گرفته، مجلس نکاح بسیار به قول معروف تشریفات هم برگزار شده، ولی اصل خود نکاح باطل است. یعنی این بسیار بسیار سنگین تکان دهنده و تلخ است. و من حالا به عنوان قطعا باز تاکید میکنم پدر و مادر قطعا بر اساس اون محبت ذاتی که دارن، ولی گاهی وقتا ما یک سری جهالت های مدرن داریم. گاهی وقتا گفته میشود که خب فشار اقتصادی است و خداوند تبارک و تعالی در قرآن به اشاره کرده که اگر از ترس فقر دوری میکنید یا به اصطلاح اعتراض میکنید از یقنیهم الله من فضله، خدا شما را از فضل خودش بینیاز میگه. باور به اینکه خدا خودش کمک میکنه، حتی بین عرف جامعه ما هست که میگن که مشکل گشای دو عالم علی ابن ابی طالب، در حالا بین عرف جامعه ما هست، حالا مستندش من بسیار شنیدم، مستند حالا روایت هم شاید داشته باشه، ولی خب اینو از لحاظ عرفی مطرح میکنم، میگن دو چیز خیلی دلدل نکنید که خود حضرت علی ان شاء الله کمک میکنه، که بس ازدواج است اقدام بکنی که بس خانه دار شدن است. حالا در هر دو مورد ببینید یک وقت هست که بحثی که مطرح میکنیم بحثی است که میگیم که امر ازدواج است، بحث مثلا فقر و فشار اقتصادی است، میگه خب ما مجبوریم بگیریم، آیا مثلا قیمت رو میبرم بالا که 8 لگ روپیه رو بگیرم، من خودم پدر دختر هستم، حالا راضی است بچه‌س نمیفهمه راضی خود شد، نه
دختر شما 17 سال است، 18 سال است، به امیدی که الان میدانید هم برای مادر و هم برای پدر واضح و روشن است که این دختر رضایت بی عقل نداره. میگه خخو نمیفهمی، این جوان است. حالا بعد اصطلاحی که داره میگه که باش عقد صیغه را بخونن، ان شاءالله نکاح کنن راضی میشن. این دختر نکاح کرد راضی نشد، باش عروسی کنن راضی میشه، عروسی کرد راضی نشد، باش بچه دارشن راضی. ای چه معنی میده؟ چرا این دور باطل تسلسل ادامه میدیم؟ هی همین روال اشتباه رو ادامه میدیم که این راضیش راضیش، خب راضی نمیشه. یک نکته خانم دکتر ناظر محترم برنامه گفتن که اشاره بکنم حتما برش که مسئله عقد ازدواج ایست که دختر خانم باید حتما نه تنها سکوت کنه بلکه باید رضایت ابراز کنه. بله. و با زبان جاری بکنه چه مسئله باز پدر مادر ایگه به صرف سکوت بگن که چون حضرت مثلا فاطمه سکوت کرد پیامبر گفت تو راضی هستی، پس دختر از ما چون سکوت کرده هیچ نمیگه، گریان نیست و بسر روی خود نمیزنه، پس راضی است به ازدواج، این کفایت نمیکنه. بله حالا بس رضایت زمینی رو ما داریم، رضایت زمینی ببینید متناسب با فرهنگ خانواده، متناسب با سبک تربیت، به شرطی که تاکید میکنم امر نارضایتی و اجباری بودن این نکاح مشخص نباشه. وقتی پدری برعکس اتفاق میفته، دختر گریان میشه و سر روی خود میزنه، حتی پدر دیست دور گرفته رو بروی زمین کش میکنه. یک کلیپ چند سال پیش در اینترنت نمیفهمم که از کدام جای کشور ما مانده بود که دختر گریه میکرد، جیغ میزد، فریاد میزد، هر کار میکرد، پدر رو به زور کش کرده و دست شویش میورد که تو باید خب خدا انشالله او بنده خدایی که عقد رو خوانده سیغه چامنید به هر حال واقعیتش است که او هم مدیونه دیگه، واقعا بر ذمه اوست. کسی که داره این واضح و روشن وقتی که مشاهده یک ظلم هستیم، به زور وادار کردن حق، به هر حال حقی از این دختر زایی میشه، تمایلی به انجام یک کاری نداره، به زور او رو وادار میکنه. حتی وقتی کسی که ما فکر میکنیم خواهم دکتر که او یه ازدواج بهترین گزینه برای دختر ماست، باز هم نمیتونیم که این مسئله رو به زور دستر همون لتسکنو الیه هاست. بسیار بسیار محکم و باید مستدر. یکی از مسائلی که بسیار مهم است تمایل، حق انتخابه. خداوند تبارک و تعالی در کلیت جهان هستی میفرماید انا هدینا السبیل اما شاکرن اما کفورا، ما را رو به شما نشان دادید، میخواید شاکر. خب این حق انتخاب داره که حتی به قول شما ممکنه همه گزینه ها به لحاظ پدر و مادر کاملا به عبارتی 100%، ولی این دختری که این خانم و او آقایی که قراره وارد این زندگی بشه و این پیوند رو بپذیره و این مسیر رو ادامه بده، او این آمادگی رو نداره و این رضایت رو نداره. لذا وقتی رضایت اصلی او که شرط صحت عقد هست وجود نداره، خب عقد باطل. برخی پدرها و مادرها خانم دکتر ممکنه بگن که خود دختر ما عقلش نمیکشه، نمیفهمه که چقدر این ازدواج برایش خوب است. خوبه اگر عقلش اینقدر نمیکشه چرا او رو نکاح میبنده؟ آماده نکاح ازدواج نیست قطعا. خانم دکتر در حد کمتر از یک دقیقه فرصت داریم یک جمع‌بندی بفرمایید. تشکر. بسیار هم عالی. ازدواج به فرموده پیامبر گرامی اسلام، حالا ما در روایت داریم که فمن رغب عن سنتی سنت پیغمبر است و هر کسی از ازدواج رو بگرداند از پیغمبر نیست، و در جای دیگری فرمود که هیچ بنایی مهمتر از ازدواج در دین اسلام نیست. بنیان مستحکم جامعه به معنای ازدواج، و این توجه داشته باشیم که این بنیان باید از همون گام‌های اولیه بسیار بسیار مستحکم با محبت، با علاقه، با آگاهی و بدون هیچ گونه اجبار اتفاق بیفته. تلاش کنیم که ان شاء الله بنیان جامعه ایمان را از همون قدم‌های اولیه بسیار مستحکم بگذاریم، خصوصا والدین عزیز محترم. بله بسیار تشکر خانم دکتر عزیز، بسیار استفاده کردیم. بینندگان عزیز از شما هم بسیار تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. همطور که شما بینندگان عزیز هم میدانید سنت های غلط ازدواج متاسفانه در کشور ما کم هم نیستند و بسیار هم زیاد هستند. خانم دکتر بزرگوار موارد بسیار زیادی را از قبل گفته بودند که برای ما مطرح میکنم، متاسفانه فرصت نشد. انشالله در فرصت های آینده قطعا به این موضوعات خواهیم پرداخت. باز هم تبریک میگم خدمت شما عزیزان، سالگرد ازدواج مبارک و پربرکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام علی علیه السلام را، و باز هم تشکر میکنم که همراهی کردید ما را با همراهی کارشناس محترم برنامه. از حضور شما مرخص میشیم، در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی